میلیون چند تاست؟ 1378 سکه بهار آزادی. چه حاشیه‌ای شده آقا فیروزی؟ چرا 1378 میلیون؟ آقا داره داده دیگه، تو الان چه؟ یه سبک از محتوای بلاگری که فکر کنم خیلی دیده باشید، هم توی کامیونیتی خارج هست هم توی کامیونیتی ایران، یه مدتیه که خیلی ترند شده، اینه که یه زوجی که حالا با هم یا دوست پسر دوست دخترن یا حتی ازدواج کردن، میان از اون اتفاقای رمانتیکی که بینشون هست، حالا گل یکی میگیره برام یکی، یا حالا یه سری ژست رمانتیک میگیرن، محتوا درست میکنن و توی پیجای خودشون منتشر میکنن. خیلی هم خوب میتونه جواب بده همچین چیزی، یعنی حالا در مقابل اون سناریوهای ساختگی که خیلی درست میکنن، طلاق میگیرن دوباره جدا میشن، آشتی میکنن جدا میشن، آشتی میکنن و جنجال و حواشی به این شکل ایجاد میکنن، زوجایی که خیلی با هم دیگه خوبم هستن در طول زمان و حتی بعدش مثلا میرن به سمت ازدواج کردن و بچه دار شدن، هم تجربه نشون داده که میتونن ویو ایمپرشن خیلی خوبی بگیرن، چون شاید یه سری از آدما خیلی جذابیت براشون داشته باشه که یه رابطه رمانتیک به معنی واقعی کلمه رو هم ببینن. رضا رویی مهندس هنرمند یه جوری میشه گفت که موفق ترین زوجی هستن که دارن یه همچین کاری رو انجام میدن و ویو ایمپرشن خیلی بالایی هم دارن، هم روی اینستاگرام هم وقتی ویدیوهای یوتیوب میذارن خیلی فیدبک خوبی بهشون میده، و همین چند وقت پیش هم بود که یه جوری اومدن مسخره کردن، رست کردن اون کاپلایی که الکی میان سناریو جدایی مینویسن، حالا پشت صحنه با هم دیگه خوبن، از جمله امیر و مبینا، بعضی هم گفتن حتی شاید منظورشون مهیار و غزل که یه جوری دوست رضا رویی هم هستن باشه، که بعدش اومدن یه جوری تکذیب کردن، یعنی گفتن که منظور خاصی نداشتن، و همونطور هم که میدونید با هم دیگه ازدواج کردن، ازدواجشون هم خیلی جنجال زیادی داشت، بعضی معتقد بودن که صرفا میخوان حاشیه بکنن، اما خب به نظر میاد که واقعا ازدواجشون واقعی بوده، و یک کلیپی چند وقت پیش وایرال شد که راجع به مهریه مهندس هنرمند داشت توش صحبت که یعنی خودش میومد میگفتن که حالا کسی دیگه ای باشه، و باعث شد که یه جنجال خیلی زیادی توی فضای مجازی درست بشه. والا ما فیلتر میزنیم، یعنی آره فایم اجلت کشید آقا که زمان سیزت دقیقه این طرف هم دیگه، این طرف هم نگه آقا اون مرد نه را دیگه فیر جنگ خود نور این زرگو پرد آقای فیروزی بذار بدارم شوهرم منتظره آقای فیروزی، بس آقای فیروزی کلا 500 هزار تومان میگی 24 ساعت ها پیش میکنی غذا نمیدی، تازه 500 هزار تومانم. این ویدیوهای جنجالی که منتشر شد یه فهم کنم از یه پیجی به اسم فیروزی بود که به نظر میاد حالا یه کسیه که محتواهای تبلیغاتی درست میکنه و حالا داشت همکاری میکرد با مهندس هنرمند و رضا روحی، که خب از این سمت خیلی جنجال درست کرد که حالا حرفایی که مهندس میزد با فیروزی یه جورایی حالا حالت حرفای دوتا جاز فرن نبود، چون توی کامنت ها خودتون میتونید چک بکنین خیلی اومده بودن مثلا نمیشه بودن که آقای فیروزی بکش بیرون از این شوهر کرده، یا حرفای به این شکل، فکر نمی کنم حالا از اون نظرش اتفاقی وجود داشته باشه، چون اصلا رضا روحی مهندس هنرمند با هم دیگه با این فرد همکاری میکردن، اما همونطور که گفتم یه کلیپی ازشون منتشر شد که راجبه مهریه مهندس هنرمند بود و باعث شد که خیلی فیدبک منفی و حالا شاید تا حدی هم بعضیا مثبت نسبت بهش نشون بدن. مهریان چند تاست؟ 1378 سکه بهار آزادی اندر مطالبه واقعا میگم هر روز بعد 1378 کل روزم بذارید بغلش، اونا هم خودش کلی میشه. این کلیپی که منتشر شد هم بازده خیلی زیادی گرفت رو اینستاگرام، هم جنجال خیلی زیادی درست کرد، چون به هر حال مهندس هنرمند و رضا روحی یه جوری اون کانتنتی که درست میکردن بر پای این بود که واقعا عاشق هم شدن و خیلی همدیگر رو دوست دارن، و وقتی اومد مهندس هنرمند همچین حرفی رو زد، خب خیلی اومدن گفتن که اونم یه حالت فیکی داشته با این مقدار مهریه بالا، طبیعتا مثلا رضا روحی شاید یه جوری حتی مجبور بوده که قبول بکنه، یا شاید اصلا عشق عاشقی هم بینشون نیست، چون خیلی تعداد زیادیه، انقدر این فیدبک های منفی زیاد بود که کامنت های این ریلز اینستاگرامی بسته شد که توی همون پیج فیروزی آرت ورک پابلش شده بود، و نمیشه گفت که دروغه دیگه، یعنی خود مهندس هنرمند داشت همین چیزی رو میگفت، حالا یه لحن شاید مسخره بازی توش بود، اما اینکه مثلا کامل اشتباه گفته باشه و بخواد مسخره بازی بکنه، خب خیلی همچی وای به ازش نگرفته بودن، و دلیل واکنش منفی هم که نشون میدادن هم چیزی بود. میگم بنده خدا قضا درست میکنه باشین، اینا سریه شام داش کلوپ ازدواج من واقعا
دارم داره چهارده تا سکه بزنی تموم شد بعد بیره قرمه سبزی و عدس پلو و لوبیا پلو من فقط پلوتون بردم مرسته پلوتون چند تا سکه علی بالا هزار تا رو میدم آقا فیرزی مهدیه که گرفته. این هم کلیپی بود که در ادامه کلیپ قبلی گذاشته شد و کامنتاش دیگه باز بود. کپشنی که داشتیم بود که طلاق طلاق طلاق، مهریه کی گرفته کی داده، مهریه 1500 تایی، باید هم عدس پلو لوبیا پلو درست کنی، دکتر مراقب باش. که بعد خود مهندس هنرمند کامنت گذاشته بود که آقای فیروزی نمیشد این ویدیو رو زودتر میذاشتی، من اینقدر قضاوت نمیشدم، آروم یه گوشه نشستم، به هیچی هم کاری ندارم. که بازم توی این ویدیو هم نکته جالبی که وجود داشت این بود که نه مطالبه یه که سکه مهریش نبوده، صرفا گفت که کی داده کی گرفته. یه جورایی حالا نمیدونم که چه فرقی میکرد با ویدیو قبلی و بازم توی اینجا خیلی ها مال بودن حمله کرده بودم، ولی چون یه مقدار فاز شوخی و طنزی توش بود، باز اون حملاتی که توی ریلز قبلی شده و اینجا تکرار نشد و به خاطر همینم کامنت ها باز گذاشته شده بود. اما همونطور که گفتم ادعایی که شد این بود که بیشتر از 1000 تا سکه مهریه مهندس هنرمند بوده و خب این یه مقدار در تناقض بود با اون جست و ظاهری که درست کرده بودن، چون چندین بارم مهندس هنرمند خودش استوری مختلفی میذاشت که اینقدر گول روابطی که نشون داده میشه توی فضای مجازی رو نخورید و برای خیلیاشون ناراحتی، یعنی کسایی که شما فکر میکنید زوج خیلی خوبی هستن، ما میدونیم که پشت پرده چه سری اتفاقاتی داره میفته. چی قضاشی درست کرده راستش؟ رضا رفته پیش رفیقاش اشغال. آقای فیروزی شما فکر میکنید رضا تو عذاب؟ رضا تو اشغاله. تازه من شده میخوایم بریم آقای فیروزی. آقا کی میریم؟ سیوم پروژه با چی؟ نه میخوایم بریم زیارت ماه احسن. بارم دعا کنیم اللهم صل علی. لورا چرا الان میری شمال؟ شما هر وقت زنگ میزنه شما میره هوا. بابا آقا زمستون تابستون همیشه هوا خوبه. جاده هم بسته بود، ما از هر از انداخیم 12 ساعت دوباره خیلی آرامش شده. بخ سلام علیکم. سلام مخلصم. آقا ما ادامه داستان مهریه رو بزنیم. چه حاشیه‌ای شده آقا فیروزی؟ شما چرا 1378 مهریه؟ آقا داره داده دیگه، تو الان چرا هرس می‌کنی؟ من میگم قسمت دوش هم بذار پس بذارم. آقا به تایید آقا رضا خان می‌ذارم. ببینم هنرمند 1378 سکه مهریه‌مه. هشتگ پلاستیک. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد، شما حتما نظرتون رو تو کامنت ها بگین که فکر میکنید حالا این قضیه مهریه یه چیز فانی بوده، اون کلیپ هایی گرفته شده فان بوده، یا واقعا مهندس هنرمند داشته تعداد واقعی مهریه‌ای که نوشته شده توی عقدنامه‌ش رو میگفته، این تعداد درستی که شاید نگرفته باشه تا الان، به هر حال چیزیه که نوشته شده و عند المطالبه هم هست و هر موقعی که بخواد میتونه بگیرتش. شما حتما نظرتون رو توی کامنت ها بگین و اگه ویدیو دوست داشتید لطفا لایکش کنید.